مکبوک 14 هواوی یه لپتاپ تحصیلی اداریه که حدوداً 3 ماه پیش توی سایت سخت افزار مک بررسیش رو تماشا کرده بودیم. از اون موقع تا حالا من فرصت این رو داشتم که با این لپتاپ کار کنم و حالا قراره توی این ویدیو به شما بگم که توی دنیای واقعی و به دور از بنچمارک‌ها و عددهای روی کاغذ کار کردن با این لپتاپ چطوریه. پس با ادامه این ویدیو همراه ما باشید. همونطور که گفتم این لپتاپ یه لپتاپ تحصیلی اداریه. یعنی چی؟ یعنی سخت افزارش طوری انتخاب شده که بهترین عملکرد رو برای کارمندا و دانش آموزا داشته باشه. معمولا وقتی یه نفر برای خرید لپتاپ جدید پیش خود منم میاد، اولین چیزی که تو ذهنم میاد اینه که توی اون بازه قیمتی بالاترین سخت افزار ممکن رو در اختیارش قرار بدم. اما این درست نیست. در درجه اول باید ببینیم که فردی که میخواد لپتاپ جدید بخره چه استفاده ای از این لپتاپ قرار داشته باشه و بعد با توجه به نیازش توی اون بودجه بهترین گزینه مورد نظر رو براش انتخاب کنیم. اینجاست که دسته‌بندی های لپتاپ ها به کارمون میاد. لپتاپ های تحصیلی اداری در این حال که از لپتاپ های مولتی مدیا خیلی قدرتمندترن، اما خب به پای لپتاپ های گیمینگ نمیرسن و اصلا هدفشون هم همچین چیزی نیست. طبیعتاً کسایی که دانش آموز یا کارمند هستن وقت لازم واسه گیمینگ رو ندارن و این لپتاپ هم برای این کار نیست. اما سخت افزارش توی رده لپتاپ های تحصیلی و اداری خیلی قدرتمنده، پردازنده و گرافیک در خوری داره و 16 گیگرم هم براش در نظر گرفته شده. اما یک نکته خیلی مهم داره، این لپتاپ ها معمولا ظاهر خیلی موجهی ندارن، یعنی روی طراحیشون اونقدر سرمایه گذاری نمیشه، در صورتی که هواوی میکبوک 14 یک لپتاپ فوق العاده شیک و زیباه. من هر جا نشستم این لپتاپ از کولم در آوردم، اولین سوالی که همه ازم میپرسیدن این بود که این لپتاپ چقدر خوشگله، مارکش چیه، از کجا خریدی و این صحبت ها. اگر شما قصدتون از خرید لپتاپ فقط یه لپتاپ خوشگله، همین الان این ویدیو رو ببندید، نیازی نیست بقیه‌اش رو نگاه کنید، برید این لپتاپ رو سرچ کنید، ارزون ترین قیمتی که پیدا کردید سفارش بدید و مبارکتون باشه. اما حالا نبندید جدی این ویدیو رو گوش بدید، شاید نکته های دیگه ای داشت که به دردتون بخوره. مثلا گفتم بهتون که سخت افزارش مناسب گیمینگ نیست، اما تا حدی میتونید گیم های کژوال رو روش تست کنید و واسهتون راحت اجراشون میکنه. من خودم تو مدتی که این دستم بود تونستم هم بازی های شوتر آنلاین رو باهاش بازی کنم، هم بازی های دیگه ای که خیلی سطح سبکتری داشتن نسبت به بازی های بالا رده و مشکلی هم تو اجرای این بازی ها اصلا باهاش نداشتم. از نظر کارهای اداری و تحصیلی هم فکر میکنم دیگه هیچ نرم افزاری وجود نداشته باشه توی این حوزه که این لپتاپ توانایی اجرا کردنشون تو ساده ترین و سریع ترین و روان ترین حالت ممکن رو نداشته باشه. حالا من کارهایی که باهاش داشتم بیشتر با افتر افکت و پریمیر و کارهای رندر رو اینا داشتم باهاش، از پس همونا هم برآمد. حالا نتونست به اندازه مثلا سیستم خودم قدرتمند توش عمل کنه، ولی واسه یه لپتاپی که میخواستم جای مختلف ازش استفاده کنم خیلی قدرتمند بود و تقریبا بدون مشکل تونست کارمو راه بندازه. حالا نرم افزارهای مثل افتر افکت و پریمیر مناسب برای استفاده روی این لپتاپ نیستن، ولی کارهای دیگه مثل فتوشاپ، نرم افزارهای طراحی مثل ایلاستریتور اینا خیلی راحت روش اجرا میشه و کاربریش بیشتر اونا هستن تا مثلا افتر افکت و نرم افزارهای سبودی و اینا. یه مورد خیلی مهمی هم راجع به سخت افزار این لپتاپ باید بهتون بگم، بیشتر درباره نمایشگره. اینکه نمایشگر این لپتاپ تاچه. اولا که ابعادش، رزولوشنش 1440p، یعنی برای همون کارهایی که گفتم طراحی و اینا کاملا مناسب و کیفیت خوبی هم داره. اما تاچ بودنش باعث شده بود که من انقدر به این تاچش عادت بکنم که وقتی میرفتم پشت سیستمم تو خونه دائم داشتم تو مانیتورم انگشت میزدم ولی مانیتورم تاچ نبود. و این تاچ حتی ممکنه برای کارهای اداری و دانش آموزی خیلی بیشتر هم به کار بیاد. حالا هر چقدرم که نکته مثبتی باشه این تاچ بودن نمایشگرش، از طرفی باعث میشه که صفحه نمایشش به سرعت کثیف بشه و جای انگشتاتون روش بمونه. همیشه باید یه دستمال همراهتون باشه و سریع نمایشگرش رو تمیز کنید. بعد از نمایشگر، یکی دیگه از نکات مثبت این لپتاپ حسگر اثر انگشتش بود که با دکمه پاورش یکپارچه شده و امنیت این لپتاپ رو توی هر محیطی میتونه براتون تامین کنه، فقط با اثر انگشت خودتون میتونه باز بشه. کیبوردش هم خیلی کیبورد خوبیه، تایپ کردن باهاش خیلی راحته و من تا حالا مشکلی باهاش نداشتم. هرچند حروف نامپد نداره، کیبوردش خیلی مینیماله، ولی فکر نمی‌کنم خیلی نیاز خاصی به این کلیدها پیش بیاد توی دسته کاربری که این لپتاپ براش طراحی شده. تاچ پدش هم خیلی بزرگه و کاملا ریسپانسیوه. یه دونه از کلیدهای کیبوردش بود که من شاید توی این 3 ماه 3 بار هم فشارش نداده باشم و اونم بین کلیدهای F6 و F7 شه که کلید وبکم بشه. وبکم اون زیره کلید مخفی شده. هرچند من زیاد وبکم به کارم نیومد، اما برای کاربری‌های مثل کارهای اداری بیشتر ممکنه خیلی به کار بیاد و حالا خیلی ها ممکنه زاویه دید این وبکم به نظرشون خوب نباشه، اما در کل همین که اونجا تعبیه شده و امنیت و خوبی هم داره نکته مثبتی به حساب میاد. چند دقیقه پیش گفتم که لپتاپ های کاربری اداری تحصیلی خیلی از لپتاپ های مولتی مدیا بهترن و میکبوک 14 هواوی هم دقیقا شاهد این ادعای منه.
چون که یه نمایشگر خیلی با کیفیت داره همونطور که گفتم، و برای تکمیل این نمایشگر هم دوتا بلندگو زیر لپتاپ تهیه شدن که اگر اون رو روی سطح‌های سافت مثلا میز و اینا قرار بدید صدای خیلی خوبی داره و عملاً برای کاربری مولتی مدیا فوق‌العاده است. کلاً دوتا نکته تو همه خوبی‌های این لپتاپ از همش برای من برجسته‌تر بود. زیباییشو که گفتم، اون یکیش باتریش بود، چون عملکرد باتریش فوق‌العاده بود تو این سه ماهی که من باهاش کار کردم. یه باتری 56 وات ساعتی هواوی براش در نظر گرفته که خودشون ادعا کردن حدود 11 ساعت میتونه شارژ دهی داشته باشه. منم توی این مدتی که لپتاپ رو استفاده میکردم تونستم تا حتی 8 ساعت هم ازش شارژ دهی داشته باشم که خیلی شارژ دهی به نظرم خوب و مناسبیه، و چیزی که بهترش میکنه شارژر 65 وات توی جعبشه. این شارژر با یه کابل USB-C به لپتاپ وصل میشه و شما میتونید تو چند دقیقه به اندازه کافی شارژ داشته باشید که بتونه شما کاراتون رو باهاش سیو کنید و برسید به جای مناسبی که بتونید کامل به برق وصلش کنید و شارژش کنید. حتی اگه شارژر خودش هم همراهتون نباشه، چون پورتش USB-C و از شارژرهای سری پشتیبانی میکنه، اگه یه شارژر سری واسه گوشیاتون هم داشته باشید میتونید با اون همین لپتاپ رو شارژ کنید و سری کارتون رو راه بندازه. ولی خب چون فقط یه دونه پورت USB-C داره، وقتی که دارید شارژش میکنید عملا دیگه پورت USB-C دیگه ای در اختیار ندارید، که این نکته منفی بود که توی این مدت حداقل برای من یه ذره آزاردهنده بود. حالا که صحبت از پورت ها شد، اینم بگم که Mate 14 دوتا پورت USB 3.2 داره، یه دونه پورت HDMI و یه دونه پورت کمبای 3.5 میلیمتری برای هدفون و هدست و این چیزا داره که میتونید ازش استفاده کنید. تجربه استفاده 3 ماهه من از این لپتاپ خیلی خاطر انگیز و خوب بود، چون که من الان وقتی باید برای هواوی پسش بفرستم قطعا دلم براش تنگ میشه و دوست دارم یه لپتاپ مثل این داشته باشم که همیشه دم دستم باشه. اتفاقا اینم نکته‌ای بود که باید توی بررسی بهش اشاره کنم. اگر شما کسی هستید که نیاز به لپتاپ اداری تحصیلی ندارید اما یه لپتاپ جانبی نیاز دارید که در کنار مثلا سیستم خونگیتون بخواید بیرون ببریدش و مثلا کارهاتون رو روش انجام بدید، باز هم MateBook 14 میتونه گزینه خوبی براتون باشه، چون ظاهر خیلی موقر و متناسبی هم داره. ولی خب باز هم میگم استفاده اصلی این لپتاپ برای کارهای تحصیلی و اداریه. خیلی روش تاکید میکنم، چون که مهمه شما وقتی لپتاپ دارید خریداری میکنید بدونید که استفادهش دقیقاً چی هستش و در همون حد ازش استفاده کنید. اگر شما این لپتاپ رو خریداری کنید و بخواید استفاده گیمینگ ازش داشته باشید، قطعاً بعد از یه مدتی تو ذوقتون میزنه و اون چیزی که ازش انتظار دارید بهش نمیرسید. اما خب برای کسایی که میخوان این لپتاپ رو برای کارهای مثل کارهای دانش آموزی یا مثلا کارهای روزمره آفیس و اینا استفاده کنن، لپتاپ فوق‌العاده خوبیه. چرا اینقدر تاکید میکنم روی تحصیلی اداری بودن این لپتاپ؟ چون که اگر شما مثلا میخواید یه لپتاپی بخرید که با اون مثلا هم کارهای روزمره اداری تحصیلی یا گیمینگتون رو انجام بدید، هم قیمت خوبی داشته باشه و ظاهر شکلی داشته باشه، قطعا توی این بازه قیمتی آپشن مناسبی پیدا نمی‌کنید. یا حتی اگر هم آپشنی پیدا کنید، ممکنه توی یکی از این بازه‌ها اونجوری که می‌خواید براتون عملکرد نداشته باشه و ناامیدتون کنه. قیمتش میتونه یکم رقابتی‌تر باشه و حالا یه سری آپشن‌ها بیشتر داشته باشه که کاربری گسترده‌تری داشته باشه. اما خب یه سری آپشن‌ها داره که مثلا راجعش صحبت نکردم، چون که امکانات لازم برای استفاده‌شون رو نداشتم. مثلا قابلیت سوپر دیوایس هواوی که به شما اجازه میده اگر چند تا دیوایس هواوی در اختیار داشته باشید، به راحتی بتونید اون‌ها رو به صورت یک پارچه با هم در اختیار داشته باشید، ازشون استفاده کنید و تعامل خیلی یک پارچه‌ای بینشون برقرار میشه. من توی مدتی که این لپتاپ دستم بود، دیوایس دیگه هواوی در اختیارم نبود که بتونم ازش استفاده کنم متاسفانه، اما اون چیزی که قبلا دیده بودم خیلی قابلیت خوبیه و اگر شما دیوایس های هواوی دیگه هم در اختیار دارید، قطعا استفاده از این لپتاپ خیلی خوشحالتون میکنه. اگر قصد خرید MateBook 14 هواوی رو دارید یا اگر MateBook 14 هواوی دارید، بیاید تو بخش نظرات دربارش حرف بزنید. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد و دوست داشتید ویدیوهای بیشتری در بالای لپتاپ‌های بیشتری ببینید، اونا رو هم برام توی کامنت‌ها بنویسید. متشکرم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از اون خوشتون اومد لایکش کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. برای اینکه ویدیوهای بیشتری از سخت افزار مک ببینید، حتما کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید. مثل همیشه یادتون نره که جدیدترین اخبار روز دنیای تکنولوژی رو توی سایت سخت افزار مک مطالعه کنید. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.